کوستان خیلی خوش آمدید. ما به چند ویدیو بسنده کردیم، اما گزارش های زیادی از شهروندان داریم در مورد قطعی گسترده آب و برق در طول روز، و این چه تصویری به ما میده از نحوه مدیریت منابع انرژی به ویژه برق و آب در ایران؟ درود بر شما. خب مخاطبان تلویزیون ایران اینترنشنال که این ویدیوها رو فرستاده بودن به خوبی گفتن که در حقیقت جمهوری اسلامی تا زمانی که سر جاش هست وضع این هست و بدتر هم خواهد شد، بدونی که لزومی باشه توضیح اضافه بدن. وقتی که پروژه‌هایی که بایستی هزینه بشه برای بهتر شدن وضعیت آب و برق میره به مافیای آب در ساختار وزارت نیرو و سپاه میرسه و بخش بزرگی از این پولها به سپاه قدس میرسه که در کشورهای دیگر عملیات تروریستی بخواد اجرا بکنه، خب شهروندان اینجا بازنده هستند. و الان اتفاقی هم که افتاده، در زمانهایی که بایستی بودجه‌ای هزینه میشد برای پروژه‌های استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای تولید برق، مثل باد، مثل انرژی، مثل آفتاب، مثل امواج دریا، اینها اومدن در بخش سدسازی که معلوم بود ظرفیت لازم رو نخواهد داشت برای جبران اون کمبود برق در تابستان ها. و الان هم ما برق نداریم و هم آب نداریم. و با توجه به وضعیتی که ایران پیدا میکنه در دوره‌ای که الان تغییرات اقلیمی داره آثار خودش رو بیشتر نشون میده و سال به سال گرمتر میشه، فکر میکنم پدران ما که رأی بله رو دادن، رأی آری رو دادن 12 فروردین 58، الان اگر زنده باشن پشیمونن، اگر نه نسلای بعدی، نسل جوانتر دارن به اونها یک جوری، حالا نمیگم لعنت میفرستن، ولی یک چیزایی بد و بیرایی میگن. و متاسفانه تا زمانی که این ساختار وجود داره، یعنی تا اینکه سر این حکومت قطع نشه، قطعی برق ادامه پیدا خواهد کرد. آقای کوهسر، فکر میکنید اساسا راه حل کوتاه مدتی وجود داره که حداقل این قطعی ها در گرمای تابستان کمتر بشه؟ اگه در نظر بگیریم که اراده در جمهوری اسلامی برای رفع مشکل وجود داره، آیا هیچ راه حل موقتی وجود داره یا قطعی ها ادامه خواهد داشت؟ نه، اراده واقعا وجود نداره. ببینید، بخش بزرگی از این پروژه های مرتبط با تولید برق و پروژه سدسازی دست اصلاح طلبان بود در دوره های مختلف. حتی وقتی در قدرت نبودن، شرکت های اونها نقش داشتن در این پروژه ها، سپاه هم نقش داشته. عملکرد حکومت هایی که حالا چه اصولگرا باشن چه اصلاح طلب رو دیدیم، و الان هم که نسخه جدید حالا حکومت سوم دوره، دولت سوم خاتمی یا دولت سوم روحانی باشه، دولت پزشکیان، هر کدوم که باشه، باز فرقی نخواهد کرد. هر بودجه که بیاد بخشش صرف دزدی هایی میشه که آقازاده ها به قول معروف میبرن در کانادا و جای دیگر خرج میکنن، و بخش هم دست سپاه میرسه، بخش عمدهش که در سوریه و لبنان و یمن و دیگر نقاط مختلف بیان عملیات تروریستی رو انجام بدن. در نهایت اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه مردم تصمیم بگیرن که همراهی نکنن و مطالبه گر باشن. بدون مطالبه گری قدرتمند و طلبکار بودن از تمامی افرادی که در ساختار قدرت هستن، هیچ تغییری ما شاهدش نخواهیم بود. و متاسفانه این روند با تغییرات اقلیمی که داریم میبینیم به چه نحوی داره وضعیت آب و هوا رو تغییر میده، متاسفانه بدتر هم خواهد شد.